دمدمان غروب که می شود، آفتاب که پهنه کویر را سرخ سرخ تر از آتش می کند، دلت که در پای تنهاییت می پیچد و می خواهد در ضد نور خورشید بیستی و با این پهنه یکی شوی، عطر ختمی های گم شده در این دل کویر تو را پیدا می کنند و به خود می کشانند. قلب کویر شورزار شورزار راه باید بیایی تا تجربه ناب از مادر طبیعت و دست معجزه‌گر گلشنساز ایرانی را کشف کنی. گلشن طبس کشف راز ماندن در این لایتناهی تنهایی است. تنهایی و بعد میل به جاودانه شدن. بودن و ماندن در ادوار تاریخ با از خود بی خودی به مدد عشق. گلشن طبس در میان دو کویر بزرگ فلات مرکزی ایران معجزه است با شکوه که از پی همه قهر طبیعت همچنان سر پا ایستاده است. این گلشن در شمال شرق استان یزد و در شهرستان طبس واقع شده است و تنها بازمانده گلشن‌های شهر طبس پس از زلزله ویرانگر سال 1357 و نمونه کامل از گلشن‌هایی که با توجه به موقعیت قرارگیری در پهنه‌های گرم و سوزان کویری مفهوم واحه را به بهترین شکل عیان می‌کند. در ساختار فعلی شهر هنوز هم نقش پر اهمیت گلشن طبس که دروازه ورود آب حیات بخش به شمار می آمده آشکار است. بانی شکل متأخر شهر که خیابانی در میان و دو عنصر ارگ و گلشن را در دو سو دارد، میر حسن خان حاکم طبس بوده است. در وقفنامه‌ای که در سال 1218 هجری قمری تهیه شده است، میر حسن خان این گلشن و املاک زیادی را وقف اولاد و
امور خیریه نموده است. ابعاد تقریبی این گلچن 266 در 260 متر می باشد. عمارت سردر گلچن که تنها عمارت آن محسوب می شده است، بنای مفصل و خوشتر و مربوط به دوره قاجار بوده است که توسط میرحسن خان حاکم وقت ساخته شده است. این عمارت که پس از میرحسن خان هم تغییراتی را به خود دیده است، در زلزله سال 1357 ویران گردید و پس از آن با تغییراتی چند بازسازی شد. بر اساس نقشه تهیه شده ای از گلچن طبس به سال 1353، یعنی قبل از زلزله ویرانگر سال 1357، ساختار فضایی گلچن از محوطه محصور با شکل مستطیل نزدیک به مربع تشکیل شده است که در آن دو خیابان متقاطع دیده می شود. خیابان اصلی که میانکرد گلچن به شمار می آید، از مقابل عمارت سردرخانه شروع شده و تا محوطه مرکزی گلچن که استخری کشیده در آن قرار گرفته است ادامه یافته و پس از آن با عرض کمتر تا انتهای گلچن که بالاترین قسمت آن نیز می باشد ادامه می یابد. خیابان عرضی در میانه گلچن و با پهنای قابل توجه گلچن را به دو نیم می کند و در طول مسیر خود از استخر مرکزی گلچن عبور می کند. گلچن طبس دارای گونه های متفاوت گیاهی است که از جمله آنها می توان به درختان چنار، سرو، کاج، انار، مرکبات و نخل و گلهای گوناگون از جمله رز و ختمی اشاره کرد. آبی که گلچن توسط آن آبیاری می شود، ترکیبی از چشمه‌هایی چون چشم قنبر و چشمه جعفری و چند چشمه دیگر است که از گذشته تقریباً حیات را به تمامی شهر ارزانی می داشتند. به طور کل گلچن طبس از نقطه نظر وجود آب کمتر دچار آسیب شده است. دو نهر طولانی موازی در امتداد خیابان اصلی به گونه‌ای که
درختان پرشماری بر سر راه خود دارند، به همراه استخر وسیع میان گلشن، عمده‌ترین بخش‌های بروز آب در گلشن ایرانی طبس به شمار می‌آیند. قنات عشق است. عشق به همه مواهب خداوندی و پاسداشت خلقت بی نظیرش. عشق از رنج سر بیرون می آورد تا آدمی را جاودانه کند. درست همانند از دل این خشکی بی نهایت، این وسوسه تن دادن به برهوت و جان سپردن، آب بیرون آوردن و ماندن و ستایش خلقت، که این یعنی قنات و معجزه‌اش گلشن ایرانی. قنات تاریخی و عظیم و مهم دولت آباد دارای قدمتی بیش از 200 سال است که از احداث 5 رشته قنات تشکیل شده است. محمد تقی خان، مشهور به خان بزرگ، سرسلسله خاندان خوانین یزد، ابتدا قناتی با نام دولت آباد ایجاد کرد و سپس از آب آن قنات گلشن دولت آباد را به وجود آورد و این مقارن با دوران زندیه و به سال 1160 هجری قمری است. مهمترین عناصر تشکیل دهنده گلشن دولت آباد شامل چند عمارت است: عمارت تالار آینه، عمارت سردر، بهشت آیین، بادگیر، حرمخانه، عمارت تهرانی، خانه خدم و حشم، آبنبار، درشک خانه، حوضها و جداول آب متعدد که همگی فضای گلشن ایرانی دولت آباد یزد را به وجود می آورند. عمارت‌های گلشن دولت آباد شامل عمارت بیرونی که در طرف شرق واقع و دارای حوضخانه و بادگیر بلندی است، عمارت غربی، اندرونی و عمارت سردر که همان ایوانخانه بوده است. بادگیر گلشن دولت آباد که به شکل منشور ساخته شده است، با ارتفاع 33 متر و 80 سانتی متر مرتفع ترین بادگیری است که تا به حال در ایران شناخته شده است. Thank you.
امارت هشتی و بادگیر از مهمترین بخش های مجموعه به شمار می روند که در آن تلفیق جریان هوا و آب به زیباترین شکل صورت گرفته است. کاربندی های بسیار ظریف سقف هشتی اثر استاد حاجی علی اکبر آخوند است که با سیم و دمگیری گچی به طرز بسیار ماهرانه ای اجرا شده است. در ارسطی مشبک به شیشه های رنگی نیز که مرمت شده به زیبایی بنا افزوده است. در گذشته باروها و حصارکشی های گلشن دارای 6 برج بوده است که از آنها فقط همین یکی بر جای مانده است. در گذشته گلهای رز گلشن دولت آباد آنقدر زیاد بوده است که گلابگیری از آنها 2 ماه طول می کشیده است. امروزه عمده‌ترین گلها و درختان گلشن را یاس زرد، نسترن و بوته‌های گلپر و درختانی نظیر سرو، کاج، انگور، انار، نارنج و چند اصل توت تشکیل می دهند. آبی که از قنات دولت آباد مهریز سرچشمه می گیرد، پس از سیراب کردن اراضی مهریز و آبادی های چند در اطراف یزد، وارد گلشن دولت آباد می شده است. اما امروزه چاه نیمه عمیقی مجاور گلشن تأمین کننده آب گلشن است. معمار گلشن دولت آباد با بازی وصف ناپذیری بارها آب را به درون زمین برده و بیرون آورده است. ابتدا آب در زیر بادگیر از یک حوض 1 پارچه مرمر می جوشد و بالا می آید، بعد وارد حوضی در وسط هشتی می شود. از وسط هشتی به 3 حوض کشیده دراز در 3 شاهنشین می رود. در گذشته آب در جویهایی در 2 طرف میانکرد جاری میشد و به سردر می رسید و گاه آب در این مرحله وارد آبگردانی بسیار زیبا میشد و بعد از آن از زیر سردر امارت بیرون می رفت و به یک استخر بزرگ 12 ضلعی می رسید که البته اینها همه بعد از بسته شدن آب قنات بر روی گلشن از بین رفتند. Thank you.
گلشن و عمارت اکبریه یکی از شاخص‌ترین و بزرگترین بناهای تاریخی با ارزش‌های والای معماری، هنری و تاریخی جنوب خراسان به حساب می‌آید. مالکیت گلشن اکبریه قبل از انقلاب اسلامی در اختیار خاندان علم بوده است و از سال 1369 در اختیار سازمان میراث فرهنگی و جهانگردی قرار گرفته است. این گلشن در گذشته محل سکونت، پذیرایی و انجام امور دیوانی بوده، به طوری که در لهجه محلی به کلاته سرکار امیر شهرت یافته است. این گلشن در حدود 45,000 متر مربع وسعت دارد. ورودی اصلی گلشن از ضلع شمالی است و دو ورودی فرعی از جنوب شرقی و جنوب غربی دارد. این گلشن به دو بخش تقسیم شده است. گلشن جنوبی و گلشن شمالی. یکی از عناصر مهم گلشن جنوبی استخر نسبتاً بزرگ و مربع شکلی است که بخش عمده فضای گلشن را به خود اختصاص داده است. گلشن شمالی فضای اصلی مجموعه است که با طرح دو محور عمود بر هم تداعی کننده گلشن ایرانی است. اما بنای مرکزی گلشن اکبریه، این بنا در دوره قاجار در زمان حکمرانی شوکت الملوک در دو طبقه در جبهه غربی گلشن احداث شده است. اجزای معماری آن شامل ایوان با نمای ستوندار، راهرو ارتباطی، تالار آینه و میانخانه همراه با تزئینات مقرنس و رسمی بندی گنبدی می باشد. از این بنا برای پذیرایی از نمایندگان سیاسی داخلی و خارجی استفاده می شده است. بنای دیگر گلشن که ساختمان قدیمی تری است در دوره زندیه و اوایل دوران قاجار ساخته شده است و متعلق به حشمت الدوله پدر ابراهیم شوکت الملوک می باشد. این بنا با دو طبقه در قسمت شرقی گلشن واقع شده است. پوشش‌های اصلی گلشن به صورت تاق آهنگ، تاق و تویزه و یا گنبدی اجرا شدند
و در بعضی قسمت‌ها با سقف کاذب از تیر چوبی از دیر مسطح شدند. کنار مسیر اصلی گلچن، محور طولی شمالی جنوبی، درختان کاجی کاشته شده است که شکوه و عظمتی خاص به فضا بخشیده. در کنار ردیف درختان کاج، شمشادکاری شده و پشت کاجها درختچه‌های انار و در کردها نیز پستکاری شده است تا در مجموع همه اینها پوشش گیاهی گلچن اکبریه را فراهم آورد. آب گلچن اکبریه از قنات اکبریه تأمین می شده که مظهر آن کنار مسجد اکبریه است و مادرشاه آن در باقرآباد در پای کوههای جنوبی است که سالهاست لایروبی نشده است و به همین خاطر آب گلچن اکبریه در زمان حال از چاه اکبریه تأمین می شود.